سرخط خبرها پیشبینی رؤسای موساد از احتمال انتقام جوی ایران بعد از تحلیف بایدن ایران یک نفتکش با پرچم کره جنوبی را توقیف کرد ایران از آغاز قنیسازی 20 درصدی اورانیوم خبر داد. نتانیاهو اجازه نمی ایران سلاح هسته‌ای بسازد. لطفا پیش از هر چیزی با لایک کردن این ویدیو و به بیشتر دیده شدن این اخبار کمک کنید با سپاس از همراهی شما دو رئیس سابق موساد و یک رئیس شورای امنیت ملی سابق اسرائیل احتمال دادند که ایران پیش از روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس را نخواهد گرفت این مقامات سابق امنیتی اسرائیل به روزنامه اورشلیم پست گفتند که جمهوری اسلامی در گرفتن انتقام کشته شدن یکی از مقامات ارشد خود در سال 2020 ناکام ماند اما سرانجام زمانی را برای انتقام قاسم سلیمانی پیدا خواهد کرد شبتای شویت رئیس سابق موساد به اورشلیم پست گفت که صبر ایرانی ها پایان ناپذیر است. شوید تاکید کرد که کشته شدن سلیمانی در ژانویه سال 2020 همراه با کشته شدن محسن فخریزاده چهره کلیدی برنامه هستگی ایران ضربه مضاعف علیه فعالیت نظامی ایران در خاورمیانه بود که پس از این ضربه آنها هنوز خود را بازیابی نکردند. این رئیس موساد در سالهای 1989 تا 1996 گفت که اسماعیل قانی جانشین جانشینی سلیمانی از لحاظ اهمیت، قابلیت و توان مدیریتی حتی نزدیک به قاسم سلیمانی هم نیست. او در این حال به بحث‌های همیشگی درباره لزوم ترورها اشاره کرد و گفت که در خصوص سلیمانی و فخری زاده هیچ تردیدی وجود نداشت. برخی میگویند که این کارها فایده ای ندارد. یکی میرود و دیگری جایگزین میشود. اما سطح توانایی فردی که پایش را در کفش سلیمانی کرده این بحث را رد می کند. در خصوص تلافی جویی شوید گفت که اگرچه تهران تاکنون کنون موفق به انتقامی بزرگ نشده موشکهایی را به پایگاه های ایالات متحده شلیک کرده و در برخی دیگر از نقشه هایش شکست خورده اما ما باید توجه داشته باشیم که آنها پاسخ خواهند داد آنها منتظر فرصتی برای حمله به هدفی با ارزش خواهند ماند او حملات ایران و نیروهای نیابتی آن به سفارت اسرائیل و مرکز جامعه یهودیان در آرژانتین در سال 1992 و 1994 را به عنوان مثال عنوان کرد و در پاسخ به این پرسش که آیا مثالش به این معناست که معتقد است ایران به اهداف اسرائیل یا یهود در خارج از این کشور یهودی حمله خواهد کرد پاسخ داد وقتی آنها عملیاتی را انجام می دهند از استراتژی انکارپذیری استفاده می کنند تا از نظر قانونی هیچ کس نتواند آنها را به دادگاه بکشاند اما آشکارا همه می دانند که آنها این کار را انجام دادند دنی یاتوم رئیس سابق دیگر موساد هم ترور سلیمانی را اقدامی با ارزش استراتژیک خواند و به اورشلیم پست گفت از هنگامی که قانی با سلیمانی جایگزین شده این احساس وجود دارد که سپاه قدس هنوز به وضعیت برنگشته است و من تردید دارم که بتواند دوباره برگردد او با اشاره به گزارش های حاکی از مترصد بودن ایران برای حمله به یک هدف اسرائیلی یا آمریکایی ادامه داد نمیگویم غیر ممکن است اما آنها یک سال تمام برای انتقام صبر کردند و موفق نشدند انتقام یکی از مهمترین افراد ایران را بگیرند یا توضیح داد که این امر ضعف نیروی قدس و سپاه امروز را که دیگر سلیمانی ندارد به ما می کند. این رئیس سابق موساد افزود که حتی تحت فرماندهی سلیمانی تلاش ها برای هدف گرفتن اسرائیل در قلم خودش موفقیت آمیز نبود. از جمله سالهایی که وی سعی کرد با استفاده از شپ نظامیان شیعه در بلندی های جولان سوریه توانایی حمله ایجاد کند. گیورا آیلند رئیس سابق شورای امنیت ملی اسرائیل هم در یک مراسم مجازی در باشگاه مطبوعاتی اورشلیم گفت که ایران در دو هفته آینده قبل از انتقال ریاست جمهوری آمریکا علاقه به سرگیری درگیری گسترده با کسی به ویژه با ایالات متحده ندارد آیلند تاکید کرد بنابراین فکر نمی کنم که اتفاق چشمگیری در چند روز یا چند ساعت آینده اتفاق بیفتد فقط به دلیل اینکه سالگرد مرگ قاسم سلیمانی است خبرگزاری های داخلی ایران از توقیف یک کشتی کره جنوبی در خلیج فارس توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران خبر میدهند خبرگزاری صدا و سیما از قول یک منبع آگاه می نویسد که این کشتی که با پرچم کره جنوبی در حال حرکت بوده پس از توقیف به یکی از بنادر ایران هدایت شده است این خبرگزاری می که برخی منابع خبری این کشتی را یک نفتکش حامل نفت امارات متحده عربی با نام هانکوک کمی اعلام کردند خبرگزاری های داخلی ایران می که این کشتی کره جنوبی به دلیل آلودگی نفتی و مخاطرات زیست محیطی توقیف شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا نیروی دریای سپاه در اطلاعیه نوشته است که این شناور از مبدع بندر الجبیل عربستان سعودی آزم بنبعی هند بود که در خریج فارس به دلیل نقض پیاپهی قوانین زیست محیطی دریایی توقیف شد. این در حالی است که اطلاعات مسیر این کشتی که در سایت مارین ترافیک درد شده نشان می دهد که مقصد این شناور برخلاف گفته اطلاعیه سپاه بندر فجایره امارات متحده بوده است اطلاعیه سپاه میافزاید که این کشتی با پرچم کره جنوبی در حال تردد و حامل 7200 تن اتانول بوده است و خدمه های دستگیر شده از این شناور از ملیت های کره اندونزی ویتنام و میانمار هستند به گفته این اطلاعیه این شناور که پس از توقیف در لنگرگاه بندر باز پهلو گرفت و پرونده آن برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی کشور خواهد شد توقیف این کشتی همزمان است با خبر سفر قائم مقام وزارت خارجه کره جنوبی به ایران برای گفتگو درباره بدهی آن کشور به ایران سعید خطیب سخنگوی وزارت خارجه ایران خبر انجام این سفر را روز دوشنبه اعلام کرد سعید خطیب زاده درباره بدهی کره جنوبی به ایران اعلام کرد که این موضوع به کندی پیش می رود و گفت که از اتفاقاتی که تا کنون رخ داده رضایتمندی نداریم. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران گفته است که در کره جنوبی 7 میلیارد دلار سپرده داریم که نه اجازه انتقال می دهند و نه سودی تعلق می گیرد و تازه هزینه هم از ما می کره جنوبی در پی تحریم های آمریکا پول نفتی را که از ایران خریداری کرده بود بلوکه کرده و ایران تنها اجازه استفاده از این منابع برای خرید کالاهای دوستان از کاری جنوبی را دارد در روزهای گذشته گزارشهایی درباره احتمال مذاکره برای خرید واکسن کرونا از محل منابع مالی بلوکه شده در کاری جنوبی منتشر شده بود. در حالی که سخنگوی دولت ایران از شروع فرایند تولید اورانیوم با غنای 20 درصد در مجتمع قنیسازی فوردو خبر داده است، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، این اقدام را نشان دهنده هدف حکومت ایران برای توسعه برنامه هسته‌ای نظامی دانسته و گفته است اسرائیل به ایران اجازه تولید سلاح هسته‌ای نمیدهد. او در توییتی که روز دوشنبه 15 مهر منتشر کرده، گفته است افزایش سطح قنیسازی اورانیوم و ارتقای ظرفیت های صنعتی زیرزمینی ایران برای غنیسازی اورانیوم تداوم نقض تعهدات حکومت ایران است علی ربی سخنگوی دولت ایران شروع غنیسازی 20 درصدی را پیرو مصوبه اخیر مجلس ایران دانسته و گفته است با وجود اینکه دولت این مصوبه را به مسلحت نمیدانست ولی قانون مصوبه مجلس را لازم می میداند و به آن پایبند خواهد بود او گفته است دستور حسن روحانی برای غنیسازی 20 درصد در روزهای گذشته صادر شده است و این موضوع به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز اطلاع رسانی شده است. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوازدهم دیما با انتشار توییتی گفت رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به کشورهای عضو شورای حکام آژانس اطلاع داده که ایران قصد دارد سطح غنیسازی را به بالای 20 درصد ارتقا دهد طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها روز دوازدهم آذر ماه در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد است. بر اساس این طرح دولت ایران موظف به ذخیره کردن سالانه 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20 درصد شده است نصب و راه اندازی هزار سانتریفیوژ IR6 در طول یک سال آینده تولید ماهانه 500 کیلو اورانیوم غنی شده و راه‌اندازی کارخانه تولید اورانیوم فلزی اصفهان تا اردیبهشت ماه سال آینده از دیگر مصوبات مجلس است مجلس ایران همچنین دولت را موظف کرده است که در تاریخ دوازدهم بهمن ماه در صورت عدم لغو تحریم ها توسط کشورهای طرف برجام اجرای داوطلبانه سند پروتکل الحاقی را متوقف کند با این حال بر اساس نامه اجرایی که دولت روحانی برای اجرای این قانون تهیه کرده است تصمیم گیری درباره خروج از پروتکل الحاقی منوط به مصوبات شورای عالی امنیت ملی و اهداف قانون و منافع و مصالح ملی شده است